بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که نامش آرامش بخش دلهاست. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. عرض سلام و حرمت و درود داریم خدمت شما بیننده های گرامی برنامه ادبی گلستان. بار دیگر از دریچه تلویزیونی جهان اصلاح در خدمت شما عزیزان قرار گرفتیم با بیان شرح حکایات گلستان سعدی. باب دوم این کتاب رسیده بودیم و حکایت نهم. یکی از صلحای لبنان که مقامات او در دیار عرب مذکور بود و کرامات مشهور، به جامع دمشق در آمد و بر کنار برکه کلاسه طهارت همی ساخت. پایش بلغزید و به حوض در افتاد و به مشقت از آن جایگه خلاص یافت. چون از نماز بپرداختن، یکی از اصحاب گفت: مرا مشکلی هست، اگر اجازت پرسیدن است. گفت: آن چیست؟ گفت: یاد دارم که شیخ بر روی دریای مغرب برفت و قدمش تر نشد. امروز چه حالت بود که در این قامتی آب از هلاک چیزی نماند؟ شیخ اندر این فکرت فرو رفت و پس از تأمل بسیار سر برآورد و گفت: نشنیده ای که خواجه عالم علیه السلام گفت: لی مع الله وقت لا یسعنی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل؟ و نگفت علی الدوام. وقتی چنین که فرمود به جبرئیل و میکائیل نپرداختی و دیگر وقت با حفصه و زینب در ساختی. مشاهده الابرار بین التجلی والاستتار. می نمایند و می ربایند. دیدار می نمایی و پرهیز می کنی. بازار خیش و آتش ما تیز می کنی. و شاهد من احوا به غیر وسیلت فیلحقنی شأن اضل طریقا. متن حکایت نهم بود و می پردازیم به شرح و توضیح این حکایت. یکی از صلحای لبنان که مقامات او در دیار عرب مذکور بود. صلحا جمع صالح، یکی از بزرگان و اهل دین و انسانی صاحب خرد از اهالی لبنان، منطقه‌ای در غرب آسیا و امروز کشوری است مستقل. در گذشته ها در زمان سعدی این لبنان منطقه‌ای بوده که جزی از شامات محسوب می شده. اردن امروزی، سوریه، لبنان و فلسطین جزء حوزه شام قدیم هستند. کشور لبنان امروزی کشوری است مستقل، پایتختی شهر بیروت که زمانی به نام عروس خاورمیانه یاد می شد. یکی از بزرگان کشور لبنان و منطقه لبنان در آن زمان که در دیار عرب کرامات او و احوال او برای همه مشهور بود و همه می دانستند و از در باب کرامات و در باب کارهای خارق العاده و ویژگی های خاصی که مربوط به این فرد بود زیاد شنیده بودند، در بین عرب ها مشهور بود. لبنان هم یکی از کشورهای عربی است امروز هم و در گذشته هم از جمله شام بوده که بعد از فتح به وسیله مسلمان ها تبدیل به منطقه عربی شد. و کرامات در دیار عرب مذکور بود و کرامات مشهور، کرامات او هم بین عرب ها بسیار مشهور بود و دهن به دهن میگشت و همه درباره او صحبت میکنند. به جامع دمشق در آمد. جامع دمشق مسجد جامع اموی دمشق هست که در زمان ولید ابن عبدالملک ششمین خلیفه اموی در شهر دمشق، پایتخت سوریه امروزی و پایتخت امویان ساخته شده است. به جامع دمشق در آمد و بر کنار برکه کلاسه طهارت همی ساخت. کلاسه از صفت تفصیلی هست، از کلس گرفته شده در زبان عربی. کلس یعنی آهک. در گذشته ها در مساجد به جای شیر آب امروزی حوضی می ساختند و بعد خشت های این حوض رو به وسیله آهک محکم کاری می کردند و بعد به این وسیله آب ذخیره میکرد و از او برای وضو گرفتن استفاده میکردند. یکی از صلحا و بزرگان لبنان در جامع دمشق، مثل جامع دمشق، آمده بود تا
بر کنار برکه‌ای که آهک از آهک ساخته شده و مستحکم هم بود رفت که طهارت بکنه. یا اینکه اسم این برکه و این حوض مسجد دمشق قلاسه بوده و یا اینکه به خاطری که از در ساخت او و در محکم کاری او آهک استفاده شده. پایش بلغزید و به حوض در افتاد، خواست وضو بگیره و بعد پای او لغزید و به داخل حوض آب مسجد افتاد و به مشقت از آن جایگاه خلاص یافت و کلی درد سر و مشکلات شاید کسی رو همکاری کرده و شاید هم خودی تانسته خود رو نجات بده. چون از نماز بپرداختند یکی از اصحاب گفت، وقتی که این آدم نجات پیدا کرد از حوض، از حوض برآمد و نماز را ادا کردند، یکی از اصحاب دوستان و مریدان این شخص و این صالح لبنانی خواست از او سوال بکنه و سوالی کرد. گفت مرا مشکلی هست به این بزرگ مرد، میگوید که مشکلی هست و یک سوالی دارم، اگر اجازت پرسیدن است، اگر شما اجازه بدین که من بپرسم، سوالی در ذهنم هست و دغدغه ذهنی می هست که از شما بپرسم. گفت آن چیست این صالح لبنانی و این انسان نیکوکار و این دوست خدا؟ میگه که اون سوال چی هست، چه پرسشی داری بپرس. گفت یاد دارم که شیخ به روی دریای مغرب برفت و قدمش تر نشد. یکی از کرامت هایی که به این صالح لبنانی و به این دوست خدا نسبت میدن، خوب هست که کرامت بیان میکنیم. به هر کار خارق العاده ای، یعنی خلاف عادت، کاری که معمول نباشه و از یکی از اولیای خدا و دوستان خدا سر بزنه، بهش میگن کرامت. ما در قسمت کارهای خارق العاده سه اصطلاح در آموزهای اسلامی داریم، یکی معجزه هست، یکی کرامت هست و دیگری استدراج. معجزه خاص پیامبران هست، کسی که ادعای پیامبری میکنه از او تقاضای معجزه میکنن. در اقوام مختلف چنین بوده و پیامبران مختلف با این موضوع برخوردن. کارهای خارق العاده ای کردند به عنوان معجزه که برای مؤمنین اونها مورد اعتماد بوده و اونها قبول باور داشتن، اونها رو قبول کردند. بودند یک عده انسانهای ناباوری که این معجزه ها رو سحر و جادو دانستن، اونها رو تکذیب کردند، مثل معجزه به گلستان تبدیل شدن آتش بر حضرت ابراهیم علیه السلام، معجزه حضرت نوح و اون کشتی که ساخته بود، کشتی مستحکمی که از سیلاب بزرگ و اون نجات داد، معجزه حضرت موسی علیه السلام که بدان وسیله توانست که دشمنان خودش رو شکست بده، مثل باز شدن آب، از باز شدن راه از دل آب و از دل دریا و گذشتن قوم بنی اسرائیل، تبدیل شدن عصای موسی علیه السلام به اژدهای بسیار بزرگ و باطل کردن سحر ساحران فرعون و همچنین نورانی شدن دست اون که یکی از معجزه هایی بود که خداوند به حضرت موسی علیه السلام داد. یا حضرت عیسی علیه السلام پیامبر دیگر الهی که مریضی های صعب العلاج را اونها مداوا میکرد. اینها معجزه هایی هستند که خاص پیامبران هستند و کسی جز پیامبران نمیتواند که معجزه ای بیاورد. کرامات مربوط به اولیای خدا و دوستان خدا هست و میشه که همان معجزه ها را هم کرامت گفت، اما خاص برای پیامبران. کرامات نسبت به اولیای خدا برخی از کارهایی که اونها از اونها دیده شده، یا خود اونها آگاه بودن و یا هم آگاه نبودن، اونها میگن کرامت. دانشمندان اسلامی که خیلی دوست دارن همه قضایا رو با جزئیات کامل بیان بکنن، کرامت رو هم به چند بخش تقسیم کردن و چند مدل برای کرامت کشیدن. یکی این هست که طرفی که از او کرامتی صادر میشه، آن دوست خدا و آن بزرگ مرد میداند و قصد انجام این کرامت رو هم از ابتدا کرده و اراده این کرامت، این که از اون بروز داده بشه، در او هست. مثل حضرت عمر رضی الله عنه، خلیفه دوم اسلام، که زمانی برای خبر رسید که دریای نیل در مصر بعد از فتح به وسیله مسلمان ها آب او کم شده. قبل از اسلام مصریان قدیم
یک اعتقاد داشتن، یک رسمی داشتن، وقتی که آب رود نیل کم میشد یک دخترکی زیبا او را آرایش میکردن و بعد به دریا مینداختن، میگفتن که الهه آبها و این رود نیل میخواهد که یک دختر قربانی او بشود تا به وسیله آب و دریا زیاد بشه. بعد از اسلام وقتی که مصر به وسیله مسلمان ها فتح شد این اتفاق افتاد و آب رود نیل کم شد، کل زراعت کشور مصر وابسته به نیل هست. بعد این هایی که تازه مسلمان شدن یک عده‌ای خواستن همون رسم جاهلیت دوباره انجام بدن، اما خلیفه مسلمان ها عمرو ابن عاص اجازه ای کار نداد و گفت که ما از مدینه پایتخت خلافت اسلامی کسب تکلیف کنیم. نامه نوشت به حضرت عمر فاروق و از او کسب تکلیف خواست. حضرت عمر خطاب به نیل نامه می نویسد و در اون نامه چنین نگاشته شده بود که ای نیل، اگر کم شدن آب تو به حکمت خداوند هست و خداوند خواسته که تو کم بشی و حکمت چنین هست که آب تو زیاد نشه و امتحانی هست، پس ما اعتراضی نداریم، اما اگر حکمت الهی بر این هست که این آب زیاد بشود، پس به امر خداوند و به اذن الهی آب خود را زیاد کن. یعنی نامه را انداختن به رود نیل و به این وسیله آب دریای نیل زیاد شد. این یکی از کرامت هایی که روایت شده از حضرت عمر فاروق. در این کرامت هم علم بود و هم قصد، هر دو مد نظر بود. یک حالت علم بود و قصد نبود، مثل حضرت مریم علیه السلام که متوجه بود میوه هایی از بهشت بر او میرسه و این میوه ها در زمانی است که زمستان هست، در زمانی که میوه‌ای وجود نداره و همه درختان برگ های خودشون رو ریختن، برای حضرت مریم میوه بهشتی می آمد و میوه تازه. حضرت مریم قصد نداشت، اراده انجام چنین کرامتی نداشت، اما میفهمید که این کرامت است. حالت سوم، کسی که از او کرامت صادر میشه نه متوجه هست که کرامت هست این قضیه و نه هم خودی قصد و اراده ای داشته و درخواستی داشته، مثل حضرت ابوبکر صدیق که میگن یک زمانی از کنار چند تا فقیر تیر میشد، کارگرای بودن داشتن غذا میخوردن و بعد تعارف کردن در حالی که غذا اونها بسیار کم بود. حضرت ابوبکر صدیق به خاطر اینکه اونها دل اونها نشکند آمد و در کنار سفره اونها نشست و اتفاقا همان غذای کم در او برکت به وجود آمد و توانست که همه این افراد رو سیر بکنه. در این کرامت میگن که حضرت ابوبکر نه متوجه شد و نه هم خودی قصد صدور کرامت از خود داشت. این سه نوع شد از کرامتی که مربوط به اولیای خدا و دوستان خدا هست. حالت سوم، کار خارق العاده ای که از یک انسان شرور سر میزنه به او میگن استدراج، مثل برخی از کارهایی که شیادان و حقبازان و ساحران و جادوگران برای فریب مردم انجام میدن. این کار گناه هست و نباید که انجام کارهایی که برای مردم عادت نیست و یا چیزهایی که فقط فریب چشم انسانها هست باعثی بشه که ما فکر بکنیم اون فرد انسانیست ویژه، بلکه اینها کارهایی است که اونها به طبیعت و با پیروی از شیاطین این کارها را انجام میدن. این کارها میگن استدراج، کارهای خارق العاده و خلاف عادتی که از انسانهای شرور و انسانهای بدکار و بدتینت سر بزند. میرسیم به حکایت، به خاطر که موضوع خوب بفهمیم این کرامت را بیشتر توضیح دادیم. آن مرید و آن اصحاب دوست این اهل دین لبنانی از او پرسید که گفت یاد دارم که شیخ بر روی دریای مغرب برفت و قدمش تر نشد. من به یاد دارم که باری از شما کرامتی صادر شد و شما بر روی دریای مغرب که همان دریای روم و یا امروز دریای مدیترانه گفته میشه که بین سقاره اروپا، آسیا و آفریقا هست، از روی این آب این دریا گذر کردین و پای شما هم تر نشد، انگار که اصلا از روی آب نگذشته بودین. کرامتی که به این مرد لبنانی نسبت میدن، چه شد که من زمان بیاد دارم شما از روی دریای مغرب و دریای مدیترانه گذشتید و پای شما تر نشد، امروز چه حالت بود که در این قامتی آب از هلاک چیزی نماند، چه حالتی بر شما رفت که امروز نزدیک بود در این حوضی که به اندازه قد آدم هم آب نداشت نزدیک بود که شما هلاک بشین از بین برین.
از روی دریای بدان بزرگی گذشتید و در حوض بدین کوچکی نزدیک بود که غرق بشید. شیخ در این فکرت فرو رفت و پس از تأمل بسیار سر برآورد و گفت. تأمل به معنای فکر کردن. بعد شیخ این حرف این مرید ذهن او به خود مشغول کرد و مدت زیادی داشت فکر میکرد تا بالاخره پس از تأمل زیاد تفکر و تدبر بسیار سر برآورد و گفت نشنیده ای که خواجه عالم علیه السلام گفت لی مع الله وقت لا یسعنی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل. نشنیده ای مرد که حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین گفت مرا با خدا وقتی است که در آن وقت هیچ ملک مقرب و هیچ نبی فرستاده شده ای را راه نیست. یک حالتی است که مستقیم با خدا در ارتباط است. این حدیث وقتی که اینجا سجوع کردیم فقط نسبت میدن به حدیث و در کتب معتبر حدیثی نیامده است، اما محتوای ما اینجا توضیح میدیم و فقط همین نکته میگیم که این در کتب معتبر احادیث این حدیث نیامده و نسبت داده میشه به پیامبر صلی الله علیه وسلم. و نگفت علی الدوام. وقتی چنین که فرمود به جبرائیل و میکائیل نپرداختی و دیگر وقت با حفصه و زینب در ساختی. همان پیامبری که یک زمان چنان نزدیک میشد به خداوند که حتی جبرائیل و میکائیل هم به اون مقام نمی رسیدن و نمیتونستن به جایگاه قرار بگیرن، همان پیامبر در زمان دیگه شخصیت بشری او چنین حکم میکرد که با حفصه یکی از همسران پیامبر که دختر حضرت عمر هست و همچنین زینب که همسر دیگر پیامبر هست با او مینشست، با اینها مینشست و با اینها اختلاط و صحبت داشت. دو تا از ازواج مطهرات زینب بودند که زینب مشهور به ام المساکین، کسی که بعد از وفات حضرت خدیجه اولین زنی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم با او ازدواج کردند. زیاد عمر نکرد، در همون مدت هم در کنار پیامبر بود و به مساکین و به توهیدستان کمک و همکاری میکرد. چنان کمک میکرد که مشهور شده بود به ام المساکین، مادر توهیدستان و مادر بیوزاوت های عرب. و زینب دیگر، زینب بنت جحش، دختر عمه پیامبر هست که بعدها پیامبر صلی الله علیه وسلم با او ازدواج کردند. به هر حال این پیامبری که چنین حرفی میزنه و میگه که من با خداوند ساعتی و زمانی میگذارد که هیچ ملک مقرب و هیچ رسولی بین ما نیست و به این مقام نمیرسه، همزمان این پیامبر با این همه معنویات جنبه بشری هم دارد و با ازواج خودش سر میکنه و با نوادگان خودش حسن حسین بازی میکند. این نکته سعدی به خاطر این میخواد بیان بکنه که ما باید درک بکنیم که انسان دارای دو بعد زندگی هست، یکی زندگی معنوی و یکی زندگی مادی. باید تعادل بین این برقرار بشه. یک زمان عبادت، یک زمان دعا، تضرع، مناجات و یک زمان هم زندگی شخصی و پرداختن به زن و فرزند و اقوام و خیشان و استراحت و اینها. نباید که در مسئله معنویات و همچنین در مسئله مادیات راه افراط را پیمود. در دنیای امروز ما داریم افرادی که فکر میکنن وقتی میخواین معنویات کسب بکنین باید کلن از زندگی بگذرین، از استراحت، از خنده و لبخند و شوخی و اینها بگذرین و فقط متوجه آخرت و معنویات باشین. و یک عده دیگه هم کلن معنویات رو کنار گذاشتن و همه چیز رو مادیات و بازی و استراحت و شوخی و خوشگذرانی می دانن. انسان واقعی و مسلمان واقعی راه تعادل رو می پیماید. این حدیث که این مقوله بهتره بگیم که حدیث گفته میشه، این که کنار بگذاریم ما شبیه به همین و به محتوای همین حدیثی که و یا مقوله‌ای که اینجا آمده بود حدیث معتبری داریم که باری یکی از صحابه بزرگوار پیامبر صلی الله علیه وسلم اسم حنظله سر خورد با حضرت ابوبکر صدیق. حضرت ابوبکر متوجه شد که حنظله ناراحت هست، از او پرسید علت ناراحتی او، گفت که حنظله منافق شده است. ابوبکر تعجب کرد چگونه می شود که حنظله صحابه بزرگوار پیامبر منافق شد. از او پرسید علت چرا چنین ذهنیت برای تو پیدا شده، گفت که ما وقتی در مجلس پیامبر صلی الله علیه وسلم هستیم بعد اونجا درباره آخرت صحبت میشه، درباره بهشت صحبت میشه، درباره فداکاری و درباره
از جان گذشتگی و جان افشانی در راه دین، اونجا خیلی ما نرم میشیم، خشوع و خضوع و فروتنی به ما دست میدن. وقتی که به خانه میریم مشغول شطور و باغ و کارهای خانه میشیم و امور زندگی از اینها فراموش میکنیم. من فکر میکنم در رفتار ما دوگانگی به وجود آمده و ما منافق شدیم. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم به فکر فرو رفتن، گفتن اگر چنین باشه پس ابوبکر هم منافق شده. رفتن پیش سرور دو عالم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم و از او جویای حال شدند و سوال خود هم همزمان مطرح کردند. بعد پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند که انسان متفاوت دادیم این دو حالت داره دیگه، من هم که پیامبر هستم یک زمانی تهجد میخوانم، یک قسمتی از شب عبادت میکنم، یک قسمت شب استراحت میکنم، یک قسمتی از شب استراحت میکنم و کارهای دیگه روز رو همچنین یک قسمتی در مسجد هستم به دعوت و ارشاد، یک قسمتی به تنظیم لشکر و جهاد و یک قسمتی هم با همسران خود هستم و با اونها میگذرانم. انسان باید که بین کارها چنین تعادل برقرار کنه و اونها راحت کرد، اونها به نوعی خاطرشان جمع شد که این دوگانه بودن به معنای منافقت نیست، بلکه این طبیعت انسانی هست که یک زمانی معنویات و مادیات هم نباید که فراموش بشه. مشاهدت الابرار بین التجلی و الاستتار، می نمایند و می ربایند. بزرگان و انسان‌های اهل دل چنین هستند که گاه در تجلی ان آشکارند و گاه پوشیده، احوال اونها گاهی برای همه نمایان هست و گاهی هم پوشیده است. و عاشقان و معشوقین هم البته چنینند که می نمایند و می ربایند، گاه خودشان را نشان می دهند و گاه پنهان می کنند تا دل عاشقان را بیشتر ببرند. خداوند هم با بندگان مخلص خودش چنین رفتار می کنه که گاهی مشکلات سر راه اونا می گذاره که اونها متوجه خداوند بیشتر بشوند و به ضعف خودشان بیشتر پی ببرند و رجوع بکنند به سمت خداوند. پس همه مشکلات در خود حکمتی دارند، حکایت معشوقی هستند و که گاهی خودش رو به عاشق نشان میده و گاهی هم چهره میپوشونه تا عاشق رو بیشتر جذب خودش بکنه. و به قول این شعری که در آخر این حکایت سعدی آورده، دیدار می نمایی و پرهیز می کنی، بازار خیش و آتش ما تیز می کنی. گاهی خود رو نشان می دی و یک صحبت عاشقان و عارفانه است، گاهی خودت رو نشان می دی و چهره نمایان می کنی و گاهی هم پرهیز می کنی، چهره می پوشونی. بدین وسیله بازار خیش و آتش ما تیز می کنی. بازار تیز کردن در لهجه هراتی ما هم هست و کسی می گن که تبلیغات کالای خود رو بکنه می گن بازار تیزی می کنه. بعد خطاب معشوق هست که با این گونه رفتار که گاهی چهره می نمایی و گاهی چهره می پوشانی باعثی میشه که بازارت بیشتر تیز بشه، دوست داشتنی تر بشوی و آتش عشق ما رو تیزتر می کنی. و شاهد و من احوا به غیر وسیلتین فیلحقنی شعنون اذل و طریقا. من گاه وقت آن معشوق رو بدون هیچ وسیله ای حتی بدون چشم همون می بینم، با چشم دل و شاهد و می بینم من احوا، کسی که دوست دارم به غیر وسیله، بدون هیچ وسیله ای، شاید حتی چشم و معشوق همیشه در ذهن ما هست، اما یک زمانی فیلحقنی شأن اضل طریقا، گاهی هم حالی به ما دست میده که اصلا راه عشق رو راه و چهره رو حتی فراموش میکنم و راه رو گم میکنم. منظور این چند جمله آخر و این دو بیت آخر چنین بود که انسان بین حالات مختلف هست و تنها ذاتی که همیشه یک حالت داره خداوند هست. انسان حالات مختلفی دارد، همواره بر یک طریق و یک روش و یک خاطر نیست. گاهی حالاتی بر او دست میدهد که از او حالت معنوی کمی دور میشود و بسا موارد هست که اتفاقا با خیلی بدون وسیله میشه که خیلی از معنویات رو به نوعی به دست بیارد. پس زندگی انسان بین این دو حالت هست، بین معنویات و بین مادیات. کسانی که فکر میکنن به دست آوردن معنویات به این معناست که کلن زندگی فراموش بکنن، اونها هم راه افراط پیمودن. اونهایی هم که فکر میکنن خوشبختی زندگی همین هست که تنها به مادیات بچسبیم، اونها هم به راه تفریط و انحراف رفتن. این حکایت در اینجا به پایان رسید.
و مطالب ادبی و اخلاقی که داشت بیان شد. امیدواریم که برای زندگی شخصی و اجتماعی ما مفید واقع بشود. تا برنامه بعد شما بیننده های گرامی را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. روز و روزگار بر شما خوش.